حسن خلق و وفا و کس به یار ما نرسد تو را در این سخن این کار ای کار ما نرسد اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی بسیار خرسند هستیم که جمعه دیگر در برنامه به وقت بیداری با موضوع سیمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه وحی در خدمت شما هستیم طبق روال جمعه ها در خدمت مهمان بزرگوار کارشناس محترم استاد روحانی هستیم تا تشریف آوری ایشان به استیدیو یک وقفه ای و ادامه بحث رو در خدمت ایشون باشیم بله بینندگان محترم طبق روال جمعه ها در برنامه به وقت بیداری درباره موضوع سیمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه وحی در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی هستیم سلام علیکم استاد گرامی بسیار خوش آمدید بفرمایید سلامی با بینندگان عزیز سلام علیکم بفرمایید و بحث را در خدمت شما باشیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله علیکم و سلام و رحمت الله که حضرت علی و همچنین بینندگان و محترم و ما سالم و سلامت باشند و گذار ایام به وفق مراد نابوده باشه اله آمین خب استاد محترم موضوع بحث ما پیامبر اکرم هست و اون هم ما می خواهیم که به کمک وحی و آیات مبارکه قرآن کریم با پیامبر بزرگوار اسلام با شخصیت آن حضرت با خلق و خوی آن حضرت و در کل آنچه که قرآن و خداوند پیامبرش رو به ما معرفی کرده بیاییم در این برنامه از حضور شما استفاده کنیم بیشتر و بیشتر با این موجود نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم آشنا شویم تا هنوز شما سه تا آیه رو بحث کردید و در پرتو این آیات ما قدری بیشتر از پیامبر شنیدیم و با شخصیت ایشان بیشتر آشنا شدیم بفرمایید در این جلسه ما را مهمان سفره مائده الهی و آیات قرآن بفرمایید و از زبان قرآن در درباره پیامبر عظیم و شعن و ما و مخاطبان عزیز ما بحث رو شروع کنید که چی گفته هایی دارید بسم الله الرحمن الرحیم خب توفیقی ما از پنجره آیات قرآن داریم شخصیت پیغمبر اسلام رو مینگریم و نگاه میکنیم بله سه آیه رو بحث کردیم در جلسات قبل اگه توفیق باشه در این نوبت قسمتی از آیات از سوره مبارکه قلم رو به بحث خواهیم نشست که باز خدای متعال در این آیات هم داره یک رفع اتهام و دفع تهمت از پیغمبر میکنه بله. و در کنار این مسئله دو مدال افتخار رو هم به پیغمبر اعطا میکنه در سوری مبارکه قلم بعد از اینکه خوب قسم یاد میشه به قلم و آنچه که از خامه قلم بر صفحه کاغذ ثبت میشه و رقم میخوره بله پیغمبر اسلام این گونه مورد خطاب واقع میشه از جانب خدا و یک نوع دلگرمی و دلداری به پیغمبر داده میشه که یا رسول الله ما انت به نعمت ربکه به مجنون از باب لطف خدا از باب این که شما زیر بار نعمت الهی هستی بله. و در تمام مراحل زندگی دست لطف و مهر خدا بر سر شما هست یا رسول الله دل قوی دار که شما اونگونه که دیگران دارن به شما اتهام میزنند شبه افکنی میکنن هیچ گونه مجنون بودن در زندگی شما راه ندارد ما انت. به نعمت ربکه رب به مجنون مجنون یعنی کسی که من جن جنتون یک جن یک شیطانی غالبا همراه و ملازم و باید. جن زده به تعبیر آمیانش و کسی که یک اطلاعاتی از آسمان عالم بالا به یک شکل میتونه استراق کنه استماع بله. کنه و بعد اینها رو در اختیار پیغمبر قرار بده چون این جزء تهمت هایی بود که کفار مشرک به پیغمبر همینه می همین من میخواستم عرض کنم که خداوند وقتی که میآید پیامبر خودش رو دامن پیامبر رو پاک میکنه که پیامبرم تو به لطف و رحمت من بله. نیستی جین زده نیستی یعنی پیامبر ما از این غیر مستقیم میفهمیم که پس پیامبر در معرض چنین اتهام های از سوی بله دشمنای خود بوده بانه. خب همی همی را اگر یک مقدار باز کنید که خب چرا به پیامبری که یه همه مهرمان بودند و اصلا قبل از پیامبری حضرت یک جایگاه اجتماعی بسیار بانه. مهم می را و تا جایی که به محمد امین صلی الله علیه, علیه و سلم ملقب شدند در, در چنین وضعیت باز چطور آمدن یک ایده چنین اتهامهایی هایی به پیامبر می پیشین این بحث رو که ما میریم نگاه میکنیم در تاریخ اسلام در لابلای آیات و میبینیم که پیغمبر او زمانی که شروع کردن به دعوت و تبلیغ اسلام فرمودن قول لا اله الا الله تفلهو از همین جا دیگه اتهام زنی ها علیه پیغمبر شروع شد البته این اتهام زنی ها به شکل ها و شیوه های مختلف بود گاه تخریب شخصیت میکردن میگفتن پیغمبر کسی است که فرزند نداره بعد از سر او کسی نیست مسیر رو مقصد او رو پیگیری کنه که باز خدا جواب داد گاه می پیغمبر رو تطمیع میکردند یعنی میگفتند که خب اجازه بده ما بتها رو پرستش کنیم خدای تو رو هم میپرستیم آیه نازل شد لکم دینکم ولی دین و گاه تحقیر میکردن پیغمبر اسلام رو ابو بله. لحب و که عموی پیغمبر بود پشت سر پیغمبر راه می رفت هم ادا و اطفار در می آورد در مقابل پیغمبر و هم پیغمبر رو نفرین میکرد خدا هم آیه نازل کرد تبت یدا ابی لهب و تب تو داری پیغمبر ما رو نفرین میکنی؟ بله. خدا و ملائکت الله و تمام اصلی آمدن به نفرین کردن ابو لحب نشستن نه از مال خوب بهره بگیری نه هم از اولاد و خوبتونی بتونی در زندگی دیشته باشی و گاه هم اصلا آمدن در همین پروسه پیغمبر ستیزی که از زمان خود پیغمبر اسلام کلید خورد آمدن قصد به تهدید پیغمبر که پیغمبر رو میکوشن آره. آیاتی بر پیغمبر نازل شد به پیغمبر گفته شد که یا رسول الله دیگه مندن در مکه برای شما روا نیست برو طرف مدینه و یک حکومت اسلامی رو در اونجا پایه گذاری کن نقشه قتل پیغمبر رو کشیدن تهدید امنیتی علیه پیغمبر داشتن تخریب شخصیت کردن تهمت زنی و لجن, لجن پلاکنی علیه پیغمبر داشتن همه اینها داخل در همین پروسه پیغمبر ستیزی بود که ما میبینیم و علت و حکمت این کار هم در قرآن به خاطر اینه که سایر پیغمبران همین هم مورد تمسخر تهدید توهین واقع شدن تا جایی که قرآن مگه یا حسرتا علی العباد ما یاتیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون هیچ پیغمبری نیامد مگر اینکه که امت زبان به تمسخوری رو باز کردن پروزیش کرد سر دراز داره بله. که پیامبران گذشته ایل... هم در چنین در معرض چنین تهمت هایی و چنین دشمنی هایی بود بله علت اصلی هم اینه که خب پیغمبر یک انسان آسمانی بود که قصد اصلاحگری داشت و مردم در مقابل این اصلاحگری گری مقاومت میکنن نمیخواهند یک اصلاحاتی در زندگی البته اونها... یک ایده بله در زندگی اونها ایجاد بشه منافع اونها در خطر بود اون آیدات مادی سرشاری که به قریشیان می رسید به کفار قریش می رسید با پذیرش توحید با وحدانیت خدا همه باید یک جا از او دست می شستن. پیغمبر یک درخت میوهداریه که هر که از کناری و یک سنگ به او میزنه گفت نخل می، سنگ میبارد به نخل میوهدار از شش جهت سر از بیحاصلی پیوسته در نشو و نواس درختی که میوه داره به او سنگ میزنن با. بلا درخت کاج باشه درخت سرو باشه 20 متر قد داره اما هیچکی به او کار نداره پیغمبر هم چون یک انسان میوهدار بود انسانی که سمردهی داشت انسانی که به کمال رسیده بود خب قطعا اینا در کنار او هست به حال خدا اول میای رفع این اتهام میکنه که یا رسول الله در قبال نعمت الهی بدان که تو اهل جنون نیستی ما انت به نعمت ربک به مجنون ای رو که آمد دل پیغمبر رو به دست آورد لنسب به طبیه فعادک تسبیت قلب پیغمبر شد به تعبیر قرآن بعد میای سخن از دو تا ویژگی بسیار عمده پیغمبر میکنه که یکی اینه که یا رسول الله خدا به شما یک اجر و مزدی میدهد که هیچگاه روی پایانی ندارد استمراری است پیوسته است لایزال است همیشه و مادام این اجر الهی در حال جریان است و ان لک لاجرا غیر ممنون خیلی جالب نا کنین. کل پیغمبران الهی از همو اول که آمدند به مردم گفتند ما از شما مزدی نمیخواهیم اجری مطالبه نمیکنیم پیامبران الهی گفتن یا قوم لا از علیه اجرا هیچ گونه اجری مزدی پاداشی لازم باید. نیست بر ما بیاییم بدین و حتی پیغمبر اسلام هم, هم می حرف رو در قرآن زدن که اجر مادی من هیچ گاه از شما مطالبه نمیکنم قل لا از علیه اجرا الا المودت فی القربا ای دوست داشتن اهل بیتم که اجر رسالت پیغمبره که اجر مادی نیست باید. پس پیغمبر الهی از همو اول گفت ما بره مال مردم کیسه ندختم من بره ثروت مردم هیچگاه چشم ندارم فقط به خدا فقط خدا رو پیغمبر مد نظر داره اخلاص داره توکل به خدا داره و چقدر جالبه همین پیغمبری که میای مگه من هیچ گونه مزد و اجری از شما مطالبه نمیکنم و تقاضا ندارم خدایی که اصدق القائلین است دیگه در میدان صداقت هیچ گوینده ای و هیچ کلامی نمیتونه برابر با کلام خدا باشه از حیث صداقت خدا فرمود به ان لکل اجرا غیر ممنون علیه. یک اجری که هیچگاه قد شدنی نیست یک مزدی که هیچگاه روی زوال و فنا و نیستی در رو دیده نمیشه ما با پایتو میریزیم خب این چه اجری است جناب استاد روحانی ما و بینندگان محترم بسیار مشتاق شدیم که بدانیم بله. خداوند چه پاداشی و چه اجری به حبیب خودش و به رسول خودش عطا فرموده بله در بین شعرا معروف است که ان الهدایا علی قدر مهدی ها او کسی که هدیه مده به اندازه خود خود میای هدیه مده با. خدا ما اگر قرار هست به پیغمبر هدیه بده اجر بده به اندازه عظمت خود خود به پیغمبر مزد و هدیه مده اینجا هم که فرمود به ان لک الا اجرا غیر ممنون یک مزدی اجری که هیچگاه پایانی در او دیده نمیشه به پای تو میریزیم این ما میتونیم هم در دنیا ببینیم هم در آخرت در دنیا نها کنین چی عظمت و چی عزتی بیهتر و بالاتر و برتر از اینکه در کنار نام خدا نام پیغمبر دیده میشه فمود ولا فعنا لکه ذکرک نام تو رو بالا بردیم بله وقتی که از آن داده میشه اشهد الله اله الا الله این گلبانگ مسلمانی ما زینت پیدا میکنه به شعار توحید در کنار اشهد الله اله الا الله هر انسان مسلمان معزین به نبوت پیغمبر بله. هم اقرار میکنه دیرمها نام شاهان برکنن نام احمد تا ابد بر احسنتم بزن زیبا میگه میگه نام احمد جمعه. با آهد آید بگوشت چند نوبت از مناره پرخروش نام احمد با اهد آیت بگوشت بگوش. خب این میشه رفن که ذکرک چقدر مردم حزینه میکنن چقدر مشتاقند دارن زحمت بکشن که اسم بکشن دیگه از اونها یاد بشه بلد. پیغمبر اسلام بدونی که مطالبه داشته باشه و بدون اینکه دنبال این نام کشیدن باشه خدا او رو بالا برد یک انجری و همینه در دنیا یک عظمت ای دست نیافتنی و یک عظمت واقعیه ما در دنیا حالا مخصوصا همه دنبال خوشنامی و دنبال بزرگنامی و دنبال عظمت هستیم و بعضی ها خب این بزرگنامی و عظمت در یک چیزهای دیگه میبینن و دست و پا میشکنن که برسه به اون جایگاه بانه. که نمیرسن چون این در دل هست عظمت و احترام باید در دل باشه و دل و دل ها و قلب ها در دست خداوند هست و قلب همه ما مسلمان ها و حتی انسان های آزاده جهان تسخیر دوستی و محبت بله. پیامبر بزرگ اسلام هست یک قسمت از اجر یک قسمت از اجر پیغمبر در دنیا اینه که خدا بری یک کوسر عنایت میکنه بله انا اعتینا کل کوسری به دامن پیغمبر میگذارد با اینکه پیغمبر پسر ندیشتن فرزند ذکور ندیشتن اما یک کوسری یک دختری خدا به پیغمبر میده که نام پیغمبر آوازه پیغمبر و شکوه و عظمت پیغمبر رو تا بلندای تاریخ همین کوسر داره استمرار میده و برای بنده بسیار جالب بسیار حائز اهمیته که در مقابل یکی از فرزندان این ناعت اینا کل برای بینندگان محترم که خداوند ما که حالا منتسب به پیامبر هستیم بسیار بسیار ما بیشتر اینا حس قسم حس میکنیم که این بار سنگین هست و این انتصاب و ما لیاقت این انتصاب رو داشته باشیم اگر انسان بره تاریخ رو بررسی کنه حالا جدای از آدم و حوا سلام الله علیه ما شاید کمتر شخصی بوده که اینقدر فرزندان و ضروری او در طول تاریخ انتشار پیدا کردن ای هم شو این هم میشه به ان لکل اجرا غیر ممنون حالا این به اعتبار آمار به اعتبار آثار هم که شما بریم نگاه کنیم هر جا در طول تاریخ بشر یک کسی منبع خیر بوده برکاتی از او به مردم رسیده تونسته یک کار فرهنگی یک رونسانس فرهنگی رو در جامعه ایجاد کنه خب غالبا از نسل پیغمبر اسلام صلوات الله علیهم اجمعین بودن این میشه اجر پیغمبر در دنیا بعد خوب. همه اینها در دنیاست گفت باش تا صبح دولتش بدمه این هنوز از نه ند... اخروی پیامبر بله اجر اخروی پیغمبر هم فرمود ولا بله سوف رب ربک فترزا یا رسول ما ای حبیب ما آنقدر فردای قیامت به پای شما میریزیم آنقدر شما رو تأمین میکنیم تا اینکه خود شما راضی بشیم ولا سوف ربک ربك فترزا این میشه اجر معنوی پیغمبر که در جهان آخرت اجر معنوی و اخروی پیغمبر در عالم آخرت همینه که اسا ایب عثك ربك مقاما محمودا تو صاحب مقام محمودی مفسرین غالبا میگن این مقام محمود همون مقام شفاعت کبرای پیغمبره ای که بتونه مردم رو دستگیری کنه ای که خیلی از مردم در پرتو دستگیری و شفاعت پیغمبر از عذاب نجات پیدا کنن یا ارتقا پیدا کنن به یک مقامات برتر در عالم آخرت این می شود عجر پیغمبر پس اولین نکته در آیه شریفه اینه که میگه یا رسول الله ما یک اجری یک مزدی به شما میدیم بله. که هیچگاه کسادی زوال فنا در و این لکه لاجرا غیر ممنون و عرض کردیم تا یه سالک پرسیدین این حج هم میتونه در دنیا باشه و هم میتونه در آخرت باشه خب شما فرمودین که دو تا مدال در واقع بعد از این که در این آیه در سوره مبارکی قلم خداوند پیامبرش رو از تهمت دشمنانش که تهمت مجنون بودن رو به حضرت زده بودن مبرا میکنه و دامنش رو پاک میسازه فرمودین که دو تا مرتبت و دو تا مدال رو به پیامبر عظیم باید. شعنش عطا میکنه که مدال اول همین پاداش و جزای که خداوند و پیامبر خودش داده خب مدال دوم چی است مدال دوم خوش که پیغمبر داره و این لک و انک علی خلق عظیم اول گفت اجر بسیار مهمی به تو میدیم که این لطف خداست و در کنار او لیاقت شما هم هست و ای بس آدم بتونه این مد نظر بگیره که اگر پیغمبر صاحب این اجر عظیم شد مستحق بودم و اینها به زکات هم دادم بخاطر همین دومیه دومی که و انک علا خلق عظیم چون دارای اخلاق خوشی هستی بر او قله ها و بلندای مکارم اخلاق یا رسول الله تکیه زدی خب ما یه اجر عظیم رو هم به شما میدیم این اجری که قابل قرد شدن نیست این رو هم به پای شما میریزیم پس دومین مدال افتخار پیغمبر خوش اخلاقی پیغمبر خوش برخوردی پیغمبر گوشاد روی پیغمبر خوش قلبی پیغمبر که بسیار بسیار حائز اهمیت خصوصا برای ماها که امت پیغمبریم باید درس بگیریم پیغمبر در این زمینه و در این عرصه الگو و اسوه ما بوده باشن خب جناب استاد اگر اجازه بدهید اگر این موضوع رو وارد موضوع بعدی بشیم ناتمام میمونه اجازه بدهید همراه با بینندگان عزیز ما یک میان برنامه رو ببینیم و ادامه بحث در خدمت شما باشیم خب بینندگان محترم بسیار خوشحال هستیم که ما را همراهی میکنین از طریق شماره واتساب مثبت 964 780 255 با ما مرتبط هستید بسیار بسیار باعث دلگرمی ما و موجب خوشحالی و خورسندی ما هست این ارتباط برای ما بسیار بسیار ارزشمند هست و از این خاطر ما از شما تقاضا میکنیم که هر نوع سوال نظر پیشنهاد انتقاد و سوال اگر دارین از طریق همین شماره که زیرنویس هم میشه با ما با برنامه خودتان به وقتی بیداری با تلویزیون جهانی هادی در میان بگذارید سوال های شما را در خدمت کارشناس های محترم قرار میدیم و اگر رضایت داشتین در برنامه ها مطرح میکنیم صدایتون را برای ما بفرستید و با برنامه خودتان مرتبط باشید خب یک میان برنامه ای را میبینیم و برمیگردیم دوباره همه از تو میگویند و میشنویم شیرینی نام تو و شهد یادت به کام ها می نشینند. دوباره تاق برای نصرت تو قد علم می دوباره همه دیوارهای شهر چراقانی میشوند اما کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه سوانیها ها باشد و یادآوریت همه دقایق را پر کند و خدمت به تو دلیل همه حرکت ها شود کاش سینه ها من صندوق صدقی شود و قلب من سکه نظر سلامت ها. کاش درد من همیشه با توسل به تو آرام گیرد و دستمان جز و دعا برای تو با آسمان نرود. نرود کاش انتظار تو زنگی باشد که از نافرمانیت بازمان دارد ای دست گیر واماندگان ای دلگرمی بیپناهان پناهان ای معوا ای چراغ راه گنگشتگان ای زینت عرش الهی ای فخر آل طه ای منتقم آل رسول ای نور قلب زهرای بتول و ای آخرین از آل یاسین برخیز و صفه دین را از زنگار کوته اندیشی جاهلان و نیرنگ دشمنان پاک کن و پایه ساز شده دین را استوار و, و پا بر ساز یا صاحب الزمان بینندگان عزیز دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و اگر اجازه بدهید خدمت کارشناس برنامه بحث رو پی بگیریم خب جناب استاد یک موضوعی که در این آیه مطرح شده و مدالی که خداوند بر سینه پیامبرش گذاشته و این مدال بسیار بسیار خوش میدرخشه درخشه همین میدال خوش اخلاقی و حسن خلق هست یعنی پیامبر در واقع در اوج و بر فراز و بر قله اخلاق نشسته است بحث خوش اخلاقی در به مناسبت یکی از آیات آیه لین تلهم با بینندگان محترم شما بحث های رو مطرح کردید ولی خب بحث بحث, بحث بسیار مهم هست باز هم جا داره که همینجا باز از زبان شما بشنویم که خب اخلاق خوش یا حسن خلق یا خوش اخلاقی چه اهمیتی داره که خداوند آمده ای را به عنوان یک مدال و پیامبر خودش رو مفتخر کرده بله. زیبایی دیشتین شما نسبت مکنم. به انکل علا خلق و فرمودین قله ها بلنده های قله ها از خود آیه میشه استفاده کرد چون آیه به شکل جمله ای اسمیه هست نه ورده همه اینها تاکید رو میرسونه بله از همه مهمتر که الا هست میگه انک لالا خلق خلق عظیم گاه در قرآن داره میگه اولا که علا هده من ربهیم اینها بر هدایت الهی مسلطن استوانن درست علا در کلام عرب اینجا بله. در هست. کلام عرب رمز استعلاست چیرگی رو میرسونه تسلط بر مطلب رو میرسونه پیغمبر اگر هدایت کننده هست میگه با تهدی لتحتی سرات مستقیم بعد در کنار این هدایت کری بعد میگه یا رسول الله یاسین و القرآن الحکیم انکه من المرسلین سرات مستقیم مسلط بر هدایت کری هستی اینجا گام خلق و خلق داریم بله. خلق یعنی ویژگی های ثابتی که در آفرینش انسان هست در همین جسم آدمی هست چشم انسان، رنگ پوست انسان، بله. گونه های انسان به چه شکله؟ این میگن خلق اما یک خلق داریم خلق به معنای اون شاکله های ثابتی که در شخصیت انسانه ثابته، پایداره آنی نیست یک بارکی نبوده این رقم نبوده که برقی از منزل لیلی به درخشید سهر دائمی همیشه گیه. پیغمبر اگر خوش اخلاق هست این خوش اخلاقی تنها در مقابل دیگران نیه چون به خلوت می باز هم پیغمبر خوش اخلاقه بسیار نکته مهمیه یعنی که یعنی از شخصیت آن حضرت این بله، خلق, خلق از نیش. شاکله اخلاقی پیغمبر شخصیت اخلاقی پیغمبر یکی می خوش اخلاقیه یعنی عادت کرده پیغمبر به همین خوش اخلاقی و خوش برخوردی و دین و مبین اسلام هم عجیب داره نسبت به خوش اخلاقی توصیه میکنه در روایات هست که میفهمن انوان و صحیفت المؤمن حسن الخلق او سربرگی که بر روی کارنامه ی عمل کرده انسان و مؤمن نوشته میشه بو بالا میای من میسن حسن خلق امین میسن خیلی جالبه چقدر اسلام ما رو به عمل دعوت کرده همیشه میگه اقیم و سلات آت و زکات اما رو بالمعروف نه و ان المنکر این همه توصیه هاییست که داره انجام میده اما وقتی که میگه قرار سربرگ کارنامه عمل کرده دنیایی شما رو از نماز و بفرمایید زکات و حج و هیچ کدام اینا سراغی نیه فقط میان این خوش اخلاقی انسان رو برجسته میکنند فقط این خوش اخلاقی انسان رو میایند بزرگ نمایی میکنن انوان و سخیفت المؤمن حسن الخلقی در روایت داریم که مردم که به بهشت میرن غالبا دو تا کار رو انجام داده بودن که بهشتی میشن درست اول رعایت تقوای الهی ای انسان حد و مرز بین خود و خدا رو نگاه داره تقوا رو میگن احتفاظ و شی ای انسان مراقب باشه مراقب جایگاه خود و خدا بوده باشه کلام زیبایی از یکی از شهدا هست میگه از خدا پروا کنید تا پروا کنید اگر انسان حقیقتا بلد. از خدا پروا کنه بعد پر وا بال بله بال شاید. پیدا میکنه پرواز میکنه بله گفت تیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به آیب تا ببینی تیران, تیران آدمیت, آدمیت. ای همینه. خب اول میفهمم به خاطر تقوا آدم به بهشت مرسه به دومی و دومی مسئله باز خیلی مهمه نگفتن به خاطر کسرت نماز نگفتن به خاطر روزه های همیشگی نگفتن به خاطر پیاده رفتن به مثلا حج بله آمدن گفتن به خاطر خوش اخلاقی خوش برخوردی به این نگاه اسلام نسبت به خوش اخلاقی بسیار زیبنده است بسیار حائز اهمیت آیا استاد خوش اخلاقی فقط همین که آدم مثلا در رفتار با مردم یا در گفتار خود مثلا خوش خنده باشه مثلا با صورت متبسم باشه یا یکی یک, یک معنای فراتر و بیچیده از این داره قطعا معنای برتر از این چی یک قسمت از خوش اخلاقی است درست یعنی اگر ما بیایم یک جورچین و پازن برای خوش اخلاقی مد نظر بگیریم یک قطعه از خوش اخلاقی است که انسان بیای در مقابل مردم لبخندی بر لب داشته باشه این کار بسیار صحیح است اما تمام خوش اخلاقی رقم نیست خب همینجا همین بحث رو این سوال رو زمینه ای کنیم که پس شما یک مقدار باز کنید این خوش اخلاقی رو که چه عرصه هایی داره یعنی وقتی ما میگیم که یه آدم آدم خوش اخلاقی هست یا مثلا او کسی دیگه آدم بد اخلاقی هست خب میارهای خوش اخلاق دانستن یا بد اخلاق دانستن چی هست؟ یک قسمت مهم از خوش اخلاقی رو شما میتونید در خوش زبانی بیایید مد نظر بگیریم درست یک آدم درست حرف بزنه گاه طرف حرف خوب میزنه اما خوب حرف, خوب بزنه. حرف, نمیزنه بله. خوش اخلاقی که آدم هم حرف خوب بزنه هم خوب حرف بزنه ای که بله. انسان بیای درشتی کنه بله. ای دور از خوش اخلاقیه اگرچه که حرفی هم درسته منطقه چون درشته قبول نمیکنه بسیار بسیار نکته دقیقی رو فرمودین در واقع دست رو روی زخم گذاشتین و یکی از زخم های مردم ما و جامعه ما متاسفانه خو آدم باید با واقعیت رو بپذیره تا او نقص و عیب در خودش قائل نباشه که اصلا در صدد برطرف کردن او بر نمی باید بپذیریم که ما در کلام و گفتار هم در او حدی که باید مهربان و نرمگو نیستیم در سخن گفتن ما هم یک شدتی یک غلظتی یک خشونتی حالا چی سخن گفتن ممکنه بین در خانواده بین پدر و مادر با بچه باشه یا بین مثلا زن و شوهر باشه یا در فراتر از خانواده بین افراد اجتماع باشه خب طبق آنچه که شما فرمودید یکی از مصادیق و ابعاد خوش خلقی و حسن خلق همین درست سخن گفتن هست بله. اگر بفرمایید این رو باز کنید بله درست سخن گفتن هم باید توجه به محتوای کلام دیشته باشیم بله. که چی حرفی داریم مزنیم و هم با توجه به اون ساختار و قالب که سخن رو ما داریم القا میکنیم به نوعی کلماتی که به بله. کار میبریم یا لحنی بله. گفتار چون بخواهیم یا نخواهیم کلمات یک بار مثبت و منفی داره بله. انسان دیدین دیگه قضا که نوش جان میکنن بله. خوهران و محترم که قضا رو درست میکنن به تباخانه نمک میزنن فلفل میزنن عدویه میزنن مساله دک بله که اینها یک مقدار قضا رو خوشگوارتر کنه زائقه انسان بیشتر اونا رو بپذیره ای کاش ما در هنگام سخن گفتن هم همین رقم هم بوده باشیم یعنی عین همون کتبانو عین همون آشپز ماهر که نمک رو به اندازه فلفل رو به اندازه داروگر رو به اندازه میزنه ما بیاییم به کلام خو عطر بزنیم به کلام خو بیاییم خوشی القا کنیم و چیزهایی که آفت و آسیب سخن هست اینا رو از کلام دور کنیم اگر این رقم بوده باشه این می شود قسمتی از خوش اخلاقی بخشی از خوش اخلاقی در همین کلام میتونه ظهور بروز دیشته باشه گاه یک حرف درست در ما میاییم ما می صحیح صحیحه اما یه حرف درست متاسفانه حرف ثواب نیست چون ما یک ثواب داریم یک صحیح داریم بلد. امیر سلام الله علیه در خطبه متقین وقتی که گویش افراد پارسان رو میاین مطرح میکنن میفرمان منطق و هم ثواب اینا درست صحبت میکنن با ثواب ثواب با ساد بله با سادن. ثواب یعنی آدم بفهمه کی بگه که هیچ ساکت باشه به وقتی هم که میگه به چی میزان بگه پرگویی ندیشته باشه کلامی و زیادت ندیشته باشه پس حالا برمیگردیم به بحث آداب کلام که یک موضوع جداست و خودش یک برنامه مستقل رو, میطلبه ولی خب در همین حد هم شما به مناسبتی آیا آیه و ای که پیامبر خودش مستاق کامل خوش اخلاقی هست بسیار نکته ارزنده ای رو اشاره فرمودید و یکی از جنبه های خوش اخلاقی اینه که ما علاوه بر این که گپ خوب میگیم گپ نادرست نمیگیم خوبم گپ بزنیم درستم گپ بزنیم پس این یک قسمت از پروسه خوش اخلاقی خوب بلده. صحبت کردن و مطالب خوب را آمدن القا کردن این یک قسمت قسمت دوم از خوش اخلاقی در برخورد ما با مردم تجلی پیدا میکنه گاه ای بس ما یک لبخندی به مردم دیشته باشیم بل. اما با خمی که به ابرو میاریم با نگاه تند و تیزی که به مردم میکنیم این خوش اخلاقی را از خود خود دور کنیم لبخند تنها که تنها نمیتونه معنای خوش اخلاقی باشه ممکن معنای مخالف پیدا کنه بله یا حتی نکنن عمل کرده ما در مقابل مردم چیه اجازه بدین اینجا از این آیه که در قرآن در دو جا هم مطرح شده سم. هم سوره کهف داریم و هم در سوره مبارکه انعام داریم این میشه خوش اخلاقی پیغمبر با مردم ای از صاحبان زر و زور آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما خواسته ما از شما اینه که دو تا مجلس دیشته باش یک مجلس خب شما پیغمبری از جاهای دور میان پیش شما سران سایر کشورها میان پیش شما وقتی که اینها با تمام مثلا ناز و نعمت و لباس فاخر پیش شما میاین بعد اصحاب شما یک کفش به پا ندانن، یک پیرن درست بی سابی به تن ندانن. فقر تمام وجود اینا رو آمده پوشش داده یا رسول الله دو تا مجلس بگیر برای پولدارا یک شکل باشه برای فقرا یک شکل بوده باشه برخورد خوش پیغمبر اینجا ظهور و بروز پیدا میکنه خوش اخلاقی پیغمبر با همین فقرا اینجا دیده میشه آیه نازل شد که ای حبیب ما ولا تترد الذين ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه همین فقرا کنار تو باشن بهتره اینا درست دستنا خالیست است اما دلنا از ایمان به تو لبالبه سر اینا کسانی هن که درویش را نباشد برگ سرای سلطان اما کسانی هستند که تمام دلنا از ایمان به تو، از ایمان به خدا، از ایمان به قیامت پر شده یه خوش اخلاقی پیغمبره قبول نکرد حرف اینها رو که آمدن چنین پیشنهادی دادن بره. که اگر شما سلمان و ابوذر و بلال و مقداد که اینها فقیر بودن رو کنار بزنیم ما میایم کنار تو میشینیم پیغمبری برخورد خوشه گاه نکرد ما خوب صحبت میکنیم حرف خوبم به مردم میزنیم اما عمل کرده ما بدور خوش بره. اخلاقیه خوش برخورد نیستیم خوش گفتار هستیم اما خوش رفتار نیستیم یک پولداری رو که میبینن به احترامی و بلند میشن اما فامیل نزدیک اینا که سنن هم از او بزرگتره چون استینی و کم کهنه هست باید. چون آدم سرشماسی که هست اصلا به او توجه نمیکنن پیغمبر اینا رو بیشتر تحمیل میگیری. اهمیت بیشتری میداد به این قسم افراد و ای خیلی مهمه که یک انسانی در حد و اندازه پیغمبر اینقدر فقرا و زعفا و معرومین رو بیای مورد احترام قرار بده این قسمت قطعا قسمت مهمی از خوش اخلاقی همینه دقیقا بله جامی میگه نه کنین اگر خمره ها و کوزه های بزرگ گاه مثلا سابقا به خانه ها ما و شما دیشتیم کوزه هست دسته دارد دسته میگیره بلند میکنی بلد. اما برخ از کوزا اگه یاد چه باشه بله، دسته بلد، بلد. ندیش دگه. ما بچگی ما بله خب چه کار میکردیم ما بر اونا؟ در و او در دستاق بغل مزدیم بله بغل مزدیم می میگه می می مرد بی برگونوا را سبک از جای مگیر کوزه بی دسته چوبینی به دو دستش بردار کوزه ای که دسته داره مثل اون انسانی که مالی داره ثروتی داره سروت ظاهرش خوب است و تیپ و قیافه داره اما آ... کوزه ای که دسته نداره مثل اون آدمی که برگنوایی هم به زندگی و نیه نه شهرتی داره نه ثروتی داره هیچ چی نداره اینجا با وقتی که یک دسته داره از دسته میگیری بلند میکنی اما اگر دسته ندیش بقل زند بلندش کو. یعنی اینکه آدمای آدم های بله. و اونایی که فقیر است نه تنهایی که تحقیر نکنی که باید بیشتر احترام بگذاری بله پیغمبر همین کار رو میکردن حرمت عجیبی به از خواب میگدیشتن از اصحاب پیغمبر صلوات الله علیه اینا لباس به نماز ندیشتن نوبتی می یک لباس رو به تن میکردن نماز میخوندن اصحاب صفه معروف بودن بله. اما چقدر پیغمبر به اونها ملاتفت میکرد چقدر به اونها خوش رفتار بود و همه ویژگی های پیامبر بود که در واقع اینها رو چون پروانه دور شم وجود پیامبر جمع کرده بودن و و آیه که در جلسه گذشته فرمودین که خداوند به پیامبرش میگه که اگر تو دروشخو می بودی قلبی قلب نرمی نداشتی، داشتی اینا از اطراف پراکنده می شدن دیگه ای اسلام این پیروزی ها این فتوحات اینا هم نصیب نمی شد. پس نا کنین خوش اخلاقی یک قسمتی و خوش گفتاری است بله یک قسمتی و خوش رفتاری است که مهمتر از بله. گفتار شاید بله. باشد رفتار بسیار خیلی مهمه بله. پیغمبر نا کنیم وقتی که قرار امت خور بگن کی از همه به من نزدیکتره در فردای قیامت بله می که اقرب و منی غدن یعنی نزدیکترین شما به من در فردای قیامت در عرصه های سخت و تنگ قیامت فرمودن که احسن و کم او کسی که اخلاقی به من نزدیکتر باشه هر که خوش اخلاق تر باشه به می پیغمبر نزدیکتره بازم تاکید میکنم نگفتن هر کی بیشتر نماز بکنه هر کی بیشتر بله زکات ما. بده هر کی بیشتر مکه بره فرمودن هر کی خوش اخلاق تره یک شخصی و... من... ببخشید همینجا یک سخن دیگه هم پیامبر داره <تصفح> که ما در مهربانی و خوش, بله. خوش, خوش اخلاقی با خانواده از همه شما خوش اخلاق تر و مهربان تر هستم بله. که بله روایت دیگری از خوش اخلاقی پیام و بله انا عبر به اهلی من از همه شما بل با بل خانواده خود مهربان تر یک شخص اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله شما که دین اسلام را آوردی خدا فرموده و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من غیر از اسلام دینی رو خدا قبول نمیکنه بگیم کمی اسلام چیه شاخصه اصیل و اصلی اسلام چیه پیغمبر طرف نها کردن فرمودن الاسلام هو حسن الخلق اسلام اینه که خوش اخلاق باشی خوش رفتار باشی آمدن گفتن یا رسول الله یک خانومی هست خیلی نماز میخونه بب. خیلی روزه میگیره اما تو جیرانه به بلسانه عجیب دهنه خیلی بد زبانه سخن تلخی داره گفتار گزنده داره با که خیلی نماز میخونه خیلی روزه میگیره پیغمبر فرمودن هیچ خیر و برکتی نه به اون نماز نه به این روزیه ای زن لا خیر فیها انها من اهل نار جهنمیه با که نماز میخونه با که روزه میگیره اونم نکم فراوان پیغمبر فرمودن چون بد اخلاقه بد رفتاره اهل جهنم میشه اینا همه و همه میرسونه که انسان باید در تمام ابعاد خوش اخلاقی رو داشته باشه و بعد سوم از خوش اخلاقی خوش قلبیست قلب رحیمی انسان داشته باشه سطح اول زبان انسان یعنی خوش اخلاقی رو در زبان نمود پیدا کنه سطح دوم اینه که رفتار انسان در واقع اعضا و جواره انسان بله. درست رفتار کنه طبق معیارهای اخلاقی رفتار کنه و لایه سوم که دل جان دل قلب خب قلب چه قسمی میتونه ف... قلب خوش اخلاق باشه اما گفت الهی سینه ده آتش افروز بله سینه دلی وان دل, دل همه سوز یعنی خوش اخلاقی یعنی خوش قلبی این یعنی انسان وقتی درد دیگران رو میبینه خوشحالی نکنه رنج دیگران رو میبینه انسان خوشحال نشه مسرور نشه بلکه به درد دیگران بسوزد با رنج دیگران گرفتار بشه پیغمبر همین رقم بود اگر توفیقی باشه انشالله در نوبت های آینده آیه از سوره مبارکه توبه یک آیه مونده به ختم سوره توبه رو بحث میکنیم بنده. که میفهمد پیغمبر عزیز علیه ما انتم او چیزایی که شما رو آزار میده خیلی بره پیغمبر سخته بالمؤمنین رعوف و خیلی مهربانه خب اگه انسان باید مهربان بوده باشه این مهربانی اول از قلب کلید میخوره از, اونجا شروع میشه باید انسان دوست بوده باشه اگر نو دوست بود انسان دوست بود حالا فارغ از این که دینی و چیه آینی و کدامه باید او دوست داشته باشی بی توصیه پیغمبر ماست در میبینیم در دوربار خود مخصوصا در دنیای سیاست بعضی از سیاست مدارا می آیا شعار میتن، میگه ما دلسوزی مردم استم ما خادمی مردم استم ما فلان میکنم ما یک کار انجام میتویم ولی طبق فرمایش شما چون قلب این، این حرف از قلبش نیست، قلب این خلاف آنچه که هست میگه میفهمیم که اینا همه شعار هست این بله. پس قلب، در در مرحله اول انسان باید قلب انسان قلب را ای باشه که باعث بشه رفتار و گفتار انسان هم مستاقی بله. از خوش اخلاقی و حسن خلق باشه حالا ما وقتی که میم نگاه میکنیم خوش اخلاقی که انک لعل خلق عظیم هست و پیغمبر از اون کف جامعه شروع کرده همین من میخواستم سوال کنم خب شما داریم هم از خوش اخلاقی پیامبر میگیم البته شما اشاره فرمودین در لابلای صحبت ها یک سری مصادیقی رو ما بله. بیشتر تشنه هستیم که بشنویم مصادیق از این حسن خلق و از اون مدالی که خداوند به پیامبرش اعطا فرموده بله. در زندگی پیامبر کجاها متبلور شده و درخشیده بله از اون کف جامعه پیغمبر داره خوش اخلاقی رو شروع میکنه با همین فقرا با همین محرومین حتی با دو قشری از جامعه که اینها هم آسیب پذیرن خیلی هم به چیشون نمیایند بله در رو لحظات پایانی عمر خود پیغمبر فرمودن شما رو نسبت به دو گروه از امت خو بیشتر سفارش میکنم اوسی کن به نسان و سبیان هم به زنان هوای زنا رو دیشته باشیم حقوق نرزایع نکنیم و هم هم نسبت به اطفال کودکان <applause> ببین که پیغمبر ما همو پیغمبری که انا ارسلناک رحمت للعالمین این رحمت خورد چی رقم داره به بچه های خورد پیغمبر اعمال میکنه یک شخصی از اصحاب پیغمبر به اسم اقرع ابن حابس ویژگی خاصی داره آدم تقریبا قصی القلبی بوده یک زمان میگه وارد پیغمبر وارد بر پیغمبر شدم دیدم پیغمبر امام حسن و امام حسین رو روز اونها خونشونده هی hey, داره نوازش میکنه امام حسن رو میبوید امام حسین رو میبوسن آمدم با روحی پرخاشگیری به پیغمبر گفتم ول کو اینا رو راه کوی بچا رو بگذارن به میان کوچه با بچا بازی کنن بعد به پیغمبر عرضه میداره که ان لی لعشرت من الولد ده تا بچه دارم اینا که دو تا بیشتر نیستند بعد بله. اینا فرزندان دختر شما و علی علیهم السلام هستند اینا رو روزانو ایر بوس میکنی ایر میبوی ایر نوازش میکنی ایر ترحم میکنی راه کن شما پیغمبری برو کارهای مهمتر انجام بده ما ده تا بچه دارم ما قبل تو احد منهم. هم طالب یادم نمیه که کدوم از اینا رو یعنی با افتخار باشد. داره با پیامبر میزنه بلد. که و اعتراض هم میکنه که پیامبر تو چرا با این نواسه های مهربانی میکنی وقت خود با داری داریم میگذرونی پیغمبر طرف نها کردن فرمودن اقرا من لا يرحم لا يرحم اگر رحم نکنی مورد مرحمت واقع نمیشی حالا تقصیر من چیه که خدا این رحمت رو از دل تو بیرون کشیده تو آدم قسی القلبی. چه و القلبی چرا ما به چاخو محبت نکنم نه تنها به فرزندان خود محبت میکردند که به سایر فرزندان مؤمنین هم پیغمبر تلطف داشتن خوش اخلاق بودن. بودن. حضرت پیغمبر اسلام فرمودند چند تا کار رو مه همیشه انجام میدم لیکون سنت من بعدی تا اینها بعد از ما به عنوان یک سنت ثابت بیایی در جامعه شکل بگیرد فرهنگ سازی شود احسنتون فرهنگ سازی کنه پیغمبر یکی اینه که السلام علی السبیان به بچه های خود و اشتو پیغمبر سلام میکردن گاه پدره، پدر پدر بزرگ وقتی که بچر میبینه نوی خور میبینه نواسه خور میبینه پسر خور میبینه طرف نگاه میکنه یک سر و ایجاد میکنه کخیم میزنه که او مر ببینه او به من سلام کنه بله. یا حتی ببخشید من چون این خودم دیدم دیگه در بین رفتار مردم در جامعه زبان درازی هم میشه و... خشبه. و زیاد حرف زد می قسمت یک جمعی هست دو سه تا اونجا تیفل هست اشتوک هست میای مثلا سلام میکنه به بزرگا اول پرسی میکنه و اینگار نه اینگار که تیفل اینجا هسته بچه مثلا ده دوازده ساله تا هسته ریج شمار نمیاره آه. و او چقدر احساس بدی میکنه و شخصیت او خورد میشه ولی اینکه شما فرمودین آه. که پیامبر بله ابتداء به سلام میکنه یعنی اول پیغمبر داره به اون سلام میکنه خب این نوجوان و کودکی که میبینه پیغمبر با این همه عظمت به او سلام میکنه دیگه سلام کردن از زبانی او نمیفته هر جا بزرگی ببینه اول او سلام میکنه این همین فرهنگ سازی بود که شما بیان نمودید مورد دوم در مسجد باز چهار دقیقه فرصت هست بحث رو همین انشاءالله بله. بتونه ما به سر انجام کفایت میکنه از خوش اخلاقی پیغمبر بابا چه ها پیغمبر اسلام در مسجد بودن نماز میخوندن دیگه مهمترین عمل عبادی ان سلات کانت علی المؤمنین کتابا اون اونم به امامت پیغمبر در مسجد نبوی نماز که پیغمبر خوندن سریع سلام دادن نماز رو هده از اصحاب تعجب کردن یا رسول الله نماز رو خیلی سریع خوندن چرا اینقدر عجله؟ یا رسول الله وحی نازل شده دشمنی قراره به ما حمله کنه پیغمبر فرمودن اما سمعتم سراخ از سبی آخه شما صدای گریه به چی خورده نمیشنوید گناه داره او رو ساکت کنین ببینیم چی نیاز داره برای او بدین چقدر زیباست این پیغمبری که نها کنین داره با خدا صحبت میکنه مشغول عشق بازی با خداست عبادتی مثل نماز رو داره با خدا انجام بده به بهترین شکل اما از این فرزند کوچکی که یک نیازی داره از او هم قفلت نمیکنه مگه اما سمعتم سراخ النبی در سبی بای... سراخ سبی بله من. چلی بچه کوچک گریه میکنه حالا این عمل کرده پیغمبر ما متدینین گاه متاسفانه اکثر عمل میکنه به زیارت که میریم بچه خور میدادیم به دست یک آدمی که هیچ گاه او رو ندیده آقا همین دست شما باشه یک ده دقیقه برم یک زیارتی بکنم هنوز نرفته شروع میکنه به گریه کردن پیغمبر نماز رو سری سلام میده که یه بچه آرام بشه مادری اور بگیره پدری اور بغل بگیره ای خوش اخلاقی پیغمبره در روایات داریم که اتلاف اتلاف و به سبیان من عادت الرسول. جزء سنت های پیغمبر او کارهای ثابتی که جزء سبک زندگی پیشران پیغمبر بود محبت کردن و مهرورزی به بچه بود خب من این بچه ها رو و محرز کردم که خب وقتی که با فرزندان و خورد سال پیغمبر این رقم بوده باشه حالا آره شما بیاییم ببینیم با بزرگترها پیغمبر چه رقم رفتار میکنه با همسران خود به چه شکل برخورد میکنه از یکی از همسران از پیغمبر سوال کردند گفتند که میشه اخلاق پیغمبر رو بر ما بگی که چی رقم بوده ویژگی های رفتاری و خلقی پیغمبر رو بگی افکان گفت کان خلقه القرآن اخلاق پیغمبر اخلاق قرآنی بوده همین چیزهایی که قرآن ما رو به او دعوت میکنه از خوش زبانی خوش فکری خوش رفتاری همه ای اینها رو پیغمبر در خود خو تجلی داده بود و همه این اینها رو, قرآن رو پیغمبر بله همه اینها رو پیغمبر رای در مقابل زنان عرض فقط همین نکته رو بگم یک زن مشرکی بود که جزء خواننده هایی بود که در بین کفار قریش در مکه زندگی میکرد در بعد از جنگ بدر و احد قالب مردم ازادار شده بودن و این زن وقتی که مجلس میگیریفتن خب خانندگی میکرد برای پول فراوان میدادن اما با این کشتهایی که در هر خانه چند نفر کشته شده بودند، دیگه دل و دماغ و مجلس گرفتن هم نبود آه. از نظر اقتصادی خیلی وضعیت پریشانی برای ایجاد شده بود شیخ تبرسی در مجموع البیان نقل میکنه که ای از مکه بلند شد آمد پیش پیغمبر پیغمبر تا او رو دیدن یک زن خواننده مثلا در مجالس لحو لعب داره میدونداری میکنه آمده پیش پیغمبر پیغمبر فرمودن مهاجرت کردی از مکه گفته مسلمان شدی آمدی اینجا گفته پس به چه جهتی آمدی؟ گفت یا رسول الله اوضاع اقتصادی ما خیلی بده برای کمک خواستن از شما آمده پیغمبر نها کنه نگفتن تو یک زن مثلا بدکاره رقاصه خاننده اهل لحو لعب هستی پیغمبر قوم خود رو صدا زدن فرمودن فلانی محتاج گریفتار مشکل رو برطرف کنین پول فراوانی جمع شد دادن دستی و تشکر کرد برگشت ببینید چقدر خوش رفتار پیغمبر اسلام نمی آیه اون سابقه زشتی رو به رخ بکشه با که مسلمان هم خب بزرگواری بود. یعنی همین این میشه انکل علا خلق عظیم. عظیم که انشالله این خلق عظیم رو خدا انشالله توفیق بوده در ما هم کم با کم ایجاد بشه الله آمین ممنونم از این دعای خیر شما در پایان باشد. برنامه انشالله باز هم فرصت شود و ما از زبان شما بریم قرآن را ورق بزنیم و عطر خوش و بوی دلانگیز شخصیت پیامبر در زندگی ما زندگی ما رو اتراکین کنه و ما هم لذت ببریم و بهرمن شویم خب بینندگان گرامی بسیار سپاسگزار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردیم و انشالله که تا برنامه دیگر و فرصت دیگر خدمت استاد محترم برسیم و با کلام وحی، با کمک کلام وحی و آیه های قرآن با سیمای پیامبر اکرم بیشتر آشنا شویم از خداوند می خواهیم که به برکت پیامبر بزرگش از اون مرهم ها و دواهایی که برای ما مسلمان ها و برای جامعه جهانی پیامبر ارزانی داشته ما هم بتانیم بهرمند شویم و زخم های اخلاقی و زخم های روحی خودمان را با دواها و مرهم های پیامبر مداوا کنیم اللهم صل علی محمد و وآل محمد <applause>